فصل 3. تو استثناء نیستی. یک زمانی پسری رو میشناختم، بیان بهش بگیم جیمی. جیمی همیشه خدا مشغول و گرفتار چند تا استارتاپ و سرمایه‌گذاری مختلف بود. هر بار که ازش میپرسیدی خب جیمی چه خبر، شروع میکرد به نام بردن چند تا شرکت که بهشون مشاوره میداد یا از یک اپلیکیشن خدمات پزشکی برات حرف میزد که براش دنبال سرمایه گذار بود، یا در مورد چند تا رویداد خیریه که قرار سخنرانش باشه، یا از ایدهش برای یک پمپ گاز جدید و کارآمد که قرار میلیون ها دلار براش درآمد داشته باشه. این بشر همش این بر اون بر میرفت، همیشه موتورش روشن بود و اگه چند دقیقه بهش زمان برای مکالمه میدادی با حرفای قلمبه سلمبه در مورد این که چجوری کره زمین روی انگشتای این آدم میچرخه و اینکه چقدر ایده های جدیدش خفنه، تو رو بمبارون میکرد و اونقدر از این و اون اسم میبرد که انگار داری با یک خبرنگار مجله های زرد صحبت میکنی. جیمی همیشه حرفای مثبت میزد، همیشه سعی میکرد زبانزد همه باشه و دنبال راههایی بود که منافع خودش رو پیش ببره. مشکلی که همه ازش خبردار نبودن این بود که علاوه بر همه این فضیلت‌ها، جیمی یک آدم تنبل بود. از اون مدل آدم‌ها که همش حرف و لفظ میاد و عمل نمی‌کنه. بیشتر وقت‌ها چت بود و همونقدر که روی ایده های کسب و کارش هزینه می کرد، همونقدر هم روی خوشگذرونی و کلاب رفتن و رستوران های لاکچری هزینه می کرد. جیمی یک انگل حرفه‌ای بود، کسی که با سرمایه با جون و دل جمع شده خانواده و اطرافیانش زندگی رو می گذروند و اونها رو با ایده های غلط در مورد سودآوری هنگفت آینده تکنولوژی خام کرده بود. آره خب، بعضی وقتا یک حرکت های ریزی می اومد، تلفنشو بر می داشت و مثلا به کله گنده های کسب و کار زنگ زد و الکی کلی اسمای قلمبه سلمبه به زبان می آورد. ولی آخرش چی؟ هیچ کدوم از اون سرمایه گذاری ها به چیز درست حسابی تبدیل نشد. ولی این آدم سالها به همین روش ادامه داد و با پول دوست دخترها و اقوام و خانوادش زندگی رو میگذرون. بدترین قسمت داستان اینجاست که جیمی در این مورد حس خوبی داشت. اعتماد به نفس عجیب و متوهمی داشت. آدم هایی که بهش میخندیدن یا گوشی رو روش قطع میکردن به عقیده خودش تنها فرصت زندگیشون رو از دست میدادن. آدم هایی که از ایده های کسب و کار ساختگیش انتقاد میکردن برای درک نبوغ جیمی زیادی نفهم و بی‌تجربه بودن. آدم هایی که سبک زندگی انگلوارش رو به روش میآوردن حسود بودن و کسانی بودند که در موردش نفرت پراکندی و به موفقیتاش حسادت می‌کردند. جیمی گاهی هم درآمدی داشت، اگرچه بیشتر وقت‌ها با دغل‌بازی و تقلب. مثلا ایده کسب و کاری یکی دیگر رو به عنوان ایده خودش می‌فروخت، یا با سرنگی و حیله‌گری از کسی پول قرض می‌کرد، یا بدتر از همه یک بنده خدایی رو قانع میکرد که روی استارتاپش سرمایه گذاری کنه. حتی گاهی از مردم پول میگرفت که براشون سخنرانی کنه در مورد چی خدا میدونه. بدترین قسمت ماجرا اینجاست که جیمی به خودش ایمان داشت. مولای درز توهماتش نمیرفت. صادقانه بگم سخت می شد از دستش عصبانی شد. یک جورایی شگفت‌انگیز بود. در دهه 1960 میلادی بالا بردن عزت نفس، این که در مورد خودت حساب و فکرهای مثبت داشته باشی،
طرفداران پروپا قرص زیادی در روانشناسی پیدا کرد. پژوهش‌ها نشان می‌داد آدم‌هایی که خودشون رو دست بالا می‌گرفتن عملکرد بهتری داشتند و مشکلات کمتری درست می‌کردند. بسیاری از پژوهشگران و سیاستگزاران اون زمان به این عقیده رسیده بودند که بالا بردن عزت نفس جامعه می‌تونه به منافع اجتماعی ملموسی منجر بشه. کاهش بزهکاری، نتایج تحصیلی بهتر، اشتغال بیشتر، تسریع بودجه کمتر. در نتیجه اوایل دهه بعد یعنی 1970 روش‌های بالا بردن عزت و نفس به پدر و مادرها آموزش داده شد. تراپیست‌ها، سیاستمداران و معلم‌ها روش تاکید می‌کردند و به تدریج این تفکر وارد سیاست‌های سیستم آموزشی شد. برای مثال نمره‌ها رو بردن بالا برای اینکه بچه‌های ضعیف حس بهتری در مورد عملکرد ضعیفشون داشته باشن. جایزه های ساختگی و مهره های هزار آفرین الکی برای هر نوع مشارکت کوچیک و موفقیت های معمولی به بچه ها می دادن. تکالیف درسی پوت و بی خود به بچه ها داده می شد. مثلا اینکه 10 تا دلیل بنویس که چرا خاص و ویژه هستن یا 5 تا از چیزهایی رو که در مورد خودشون خیلی دوست دارن رو بگن. کشیش ها هم در گرد همایی های کلیسا به حضار می گفتن که همشون در چشمان خداوند به طرز منحصر به فردی خاص هستند و سرنوشتشون اینه که به درجات اعلا برسند و در میان مایگی نمونند. سمینارهای انگیزشی و کسب و کار فراوانی هم مثل قاش سر از خواب بیرون آوردن که همون ایده های پرتناقض رو تکرار می کردن. هر کدوم از ما می تونه استثنایی باشه و به موفقیت های بزرگی برسه. ولی یک نسل طول کشید که داستان به این ایده تغییر کرد که همه ما استثنایی نیستیم. معلوم شد این که صرفاً در مورد خودت حس خوبی داشته باشی بی‌معنیه، مگر اینکه دلیل خوبی وجود داشته باشه که حس خوبی در مورد خودت داشته باشی. معلوم شد که سختی‌ها و شکست‌ها برای ساختن آدم‌های مصمم و موفق مفید و حتی ضروریه. معلوم شد اینکه به آدم‌ها تلقین کنیم استثنایی هستند و بی‌دلیل در مورد خودشون حس خوب داشته باشند به جامعه‌ای پر از تنبل ها منجر میشه، بلکه جامعه‌ای خیلی خیلی مزخرف. جیمی مؤسس متوهم استارتاپ، جیمی کسی که هر روز علف میکشید و هیچ مهارت قابل ارزشی نداشت جز اینکه از خودش گزافه‌گویی کنه و خودش هم باورش بشه. جیمی همون که سر شریکش داد میزد و بهش میگفت مسخره، در حالی که با کارت بانکی حساب شرکت توی یک رستوران مجلل صدها دلار خرج میکرد تا مخ یک مدل روسی رو بزنه. جیمی کسی که خیلی زود به جایی رسید که دیگه خاله یا عمه نداشت که بتونه ازشون پول قرض بگیره. بله، اون جیمی مغرور، اون جیمی با اعتماد به سقف، اون جیمی که با عزت نفس بالا، همون جیمی که اونقدر وقت صرف لفاظی‌های من فلانم و بیسانم کرد که یادش رفت واقعاً کاری انجام بده. مشکلی که من با جنبش عزت نفس دارم اینه که عزت نفس رو بر این اساس می‌سنجید که آدم‌ها چقدر در مورد خودشون حس مثبتی دارن. ولی یک مقیاس دقیق‌تر و واقعی‌تر براش اینه که آدم‌ها در مورد جنبه‌های منفی خودشون چه حسی دارن. اگه آدم‌هایی مثل جیمی 99.9% مواقع حالشون خوب خوبه در حالی که دنیای اطرافشون داره از هم می‌پاشه، این چجوری می‌تونه ملاک معتبری برای یک زندگی موفق و خوشبخت باشه؟ جیمی خودش رو محق میدونه
و این یعنی فکر میکنه لایق چیزهای خوبه بدون اینکه لازم باشه به چنگشون بیاره. معتقده که باید بتونه پولدار بشه بدون اینکه براش عرق بریزه. معتقده باید محبوب و خوش انرژی باشه و ارتباط خوبی داشته باشه بدون اینکه به کسی کمک کنه. معتقده که باید سبک زندگی فوق‌العاده‌ای داشته باشه بدون اینکه یک سری چیزها رو فدا کنه. آدم‌هایی مثل جیمی اونقدر روی احساس خوبی که نسبت به خودشون دارن قفلی میزنن که در دنیای توهم زده خودشون معتقدن که دارن کارهای خفنی میکنن، در حالی که اینطور نیست. فکر میکنن که روی صحنه سخنرانهای خفنی هستن، ولی در واقع خودشون رو مسخره کردن. معتقدن که استارتاپ های خفنی رو راه اندازی کردن، در حالی که هیچ وقت کسب و کار موفقی نداشتن. به خودشون میگن مربی زندگی و برای کمک کردن به بقیه ازشون پول میگیرن، در حالی که فقط 25 سالشونه و هیچ دستاورد قابل توجهی توی زندگیشون ندارن. آدم های خود محقبین همیشه در حال تراوش اعتماد به نفس کاذب هستند. این اعتماد به نفس میتونه بقیه رو حداقل تا مدتی گول بزنه. در برخی موارد اعتماد به نفس کاذب این آدم میتونه مصری باشه و به آدم های اطرافش کمک کنه به خودشون اطمینان بیشتری داشته باشن. با وجود همه دغلکاری های جیمی، باید اعتراف کنم که بعضی وقتا معاشرت باش خوش میگذشت. وقتی کنارش بودی حس میکردی شکست ناپذیری. ولی مشکل خودمحقبینی اینجاست که باعث میشه مردم احساس نیاز کنن که همیشه در مورد خودشون احساس خوبی داشته باشن، حتی اگر به قیمت از دست دادن آدمهای اطرافشون تموم بشه. و چون آدمهای خودمحقبین همیشه نیاز دارن در مورد خودشون حس خوبی داشته باشن، بیشتر وقتشون رو صرف فکر کردن در مورد خودشون میکنن. به هر حال زمان و انرژی زیادی لازمه که خودت رو قانع کنی به صافت خودت بوی گند نمیده، مخصوصا وقتی که توی توالت زندگی کنی. وقتی یک نفر درون خودش یک الگوی فکری رو ساخته که اگه هرچی اطرافش اتفاق میفته رو به نفع اثبات مهم بودن خودش تفسیر کنه، سخته که اون رو از اون سیستم فکری بکشی بیرون. اگه باهاشون بحث کنی، اونا فکر میکنن کسی هستن که نمیتونی میزان باهوش بودن، با استعداد بودن، خوشتیب بودن، موفق بودن اونا رو تاب بیاره. خود محق بینی همیشه در حبابی از خودشیفتگی جا خوش میکنه و هر چیزی رو تغییر شکل میده تا جاهاشو سفتر کنه. آدم های خود محق بین هر رخدادی در زندگیشون رو به مثابه تأیید و تهدیدی برای عظمت و خفنیت خودشون میبینن. اگه اتفاق خوبی براشون بیفته، دلیلش کار فوق‌العاده‌ای که انجام دادن. اگه اتفاق بدی براشون بیفته، دلیلش اینه که یک بدخواه حسود دارد که میخواد ایشون رو پایین بکشه. خود محق بینی نفوذ ناپذیره. آدم های خود محق بین خودشون رو در توهمی فرو میبرند که از حس خود برتر بینیشون تغذیه میکنه. اونا ارتفاع پرچین های ذهنیشون رو تا جایی که میتونن بالا میبرند. حتی اگر برای این کار لازم باشه از آدم های اطرافشون سوء استفاده های فیزیکی عاطفی بکنن. ولی خود محق بینی یک استراتژی شکست خورده است. فقط نوع دیگه ای از سرخوشیه، شادکامی نیست. ملاک درست برای تشخیص ارزش خود این نیست که آدم در مورد تجربه های مثبتش چه حسی داره، بلکه اینه که در مورد تجربه های منفیش چه حسی داره. آدمی مثل جیمی با سرهم کردن موفقیت های خیالی خودش رو از مشکلاتش قایم میکنه و چون نمیتونه با مشکلاتش مواجه بشه، صرف نظر از اینکه در مورد خودش چه حس خوبی داره، باز هم آدم ضعیفیه. آدمی که واقعا برای خودش ارزش قائله میتونه رخ و پوسکنده به جنبه های منفی شخصیتش هم نگاه کنه. بله،
من بعضی وقتها آدم بیمسئولیتی هستم. بله، بعضی وقتها در مورد موفقیت هام اغراق می کنم. بله، من زیادی به حمایت های دیگران متکی هستم و باید بیشتر قائم به ذات باشم و برای بهبودیشون کاری بکنه. ولی آدم های خودمحقبین از اونجایی که نمیتونن صادقانه به مشکلات خودشون اقرار کنن، نمیتونن به طرز معنادار و بنیادی زندگیشون رو بهبود ببخشن. اونا گیر افتادن و همش از این سرخوشی به اون سرخوشی میپرن و کیلو کیلو انکار در وجود خودشون تلمبار میکنن. ولی در نهایت واقعیت یک جایی میاد وسط و مشکلات بنیادی یه بار دیگه خودشون رو نشون میده. اینجا فقط زمان وقوع مشکلات و میزان دردناک بودنشون مطرحه. همه چی از هم میپاشه. ساعت 9 صبح سر کلاس زیست‌شناسی نشسته بودم. با آرنج به نیمکت تکیه داده بودم و سرم گذاشته بودم روی دستام و به عقربه ثانی شمار ساعت کلاس نگاه میکردم که با هر تیک تاک چرت و پرت های معلم در مورد کروزوم ها و میتوس ها رو خفه میکرد. مثل بیشتر بچه های 13 ساله در یک کلاس شلوغ و پرقلم زیمبوی اون روزها حوصله‌ام سر رفته بود. تا اینکه یکی در کلاس رو زد. آقای پرایس ناظم مدرسه سرش رو آورد داخل کلاس و گفت ببخشید که مزاحم وقت کلاستون شدم. مارک میشه چند لحظه بیای بیرون؟ در ذهن وسایلت رو هم با خودت بیار. به نظرم عجیب اومد چون معمولاً بچه ها رو میفرستن پیش ناظم، نه اینکه ناظم بیاد سر وقت یکی از بچه ها. وسایلم رو جمع کردم و از کلاس زدم بیرون. راه روی مدرسه خلوت بود. صدها کمد بیج در دو طرف راه رو تا انتهای سالن صفارایی کرده بودن. مارک میشه کمد خودت رو به من نشون بدی؟ بله حتما. و همراه با ناظم رفتم سمت کمدم. با موهای بلند و شلخته در حالی که یک شلوار جین بگی و یک تیشرت بزرگ سایز پانترا تنم بود. رسیدیم به کمدم. آقای پرایس گفت بازش کن لطفا. همین کار رو کردم. اومد جلوی من و کاپشن لباس‌های باشگاه و کلی‌پشتیم رو جمع کرد. تقریبا همه محتویات کمدم منهای چند تا دفتر و خودکار. را افتاد سمت اتاق خودش و بدون اینکه به عقب نگاه کنه گفت دنبالم بیا. حس‌های ناجور اومده بود سراغم. به اتاقش که رسیدم از من خواست که بشینم. در رو بست و قفلش کرد. رفت سمت پنجره ها و کرکره ها رو کشید پایین که کسی از بیرون نتونه داخل رو ببینه. کف دستم شروع کرده بود به عرق کردن. این یک ملاقات معمولی با ناظم مدرسه به نظر نمی اومد. آقای پرایس شروع کرد به زیر و رو کردن وسایل من. جیب هامو گشت، سیب های کولم رو باز کرد، لباس های باشگاهم رو تکون داد و همه رو روی زمین انداخت. بدون اینکه سرشو بلند کنه و به هم خیره بشه از من پرسید میدونی دنبال چی میگردم مارک؟ نه، مواد. این کلمه لرزه انداخت بر بدنم. مواد؟ چجور موادی؟ ناظم با یک نگاه خیلی جدی به من خیره شد و گفت نمیدونم. تو چجوریشو داری؟ این رو در حالی گفت که داشت یکی از پوشه های پلاستیکیم رو باز میکرد که داخلشو بگرده. عرق مثل زائده های قارچی از پوستم میزد بیرون. از کف دستم شروع شده بود و حالا به بازوها و گردنم رسیده بود. خون به سمت مغز و کلم سرازیر شده بود و شقیقه هام مثل چی دق زق زق میکرد. مثل هر بچه 13 ساله‌ای که به حمل و فروش مواد مخدر در مدرسه متهم شده بود میخواستم فرار کنم و یک جای قایم بشم. گفتم نمیدونم راجع به چی حرف میزنی.
ولی لحنم خیلی متزلزل‌تر از اون چیزی بود که می‌خواستم. حس کردم که الان باید لحن مطمئن‌تری داشته باشم، یا شایدم نه، شاید باید ترسیده باشم. دروغگوها باید لحن مطمئنی داشته باشند یا وحشت زده، چون هر جوری که هستن من میخوام برعکسش باشم. ولی عوضش نامطمئن و متزلزل بودنم بیشتر شد. در واقع متزلزل بودنم به خاطر اینکه متزلزل به چشم می آمدم باعث شد بیشتر متزلزل بشم. همون چرخه لعنتی جهنمی. آقای ناظم گفت حالا می بینم، و همزمان شروع کرد به تفتیش کوله پشتیم که هزار تا جیب و زیب داشت و هر کدوم پر بود از خرت و پرت های یک نوجوان در اون سن و سال. خودکارهای رنگی، یادداشت‌های مخفیانه‌ای که سر کلاس رد و بدل شده بود، سی‌دی‌های موزیک دهه 90 با جلدهای ترک‌خورده، ماژیک‌های خوش شده و یک دفتر طراحی کهنه که نصف صفحه‌هاش کنده شده بود. گرد و خاک، کل آشغال دیگه که طی سال‌های زندگی در دوران جانفرسای دبیرستان جمع شده بود. فکر کنم عرقام داشتن با سرعت نور پمپاژ می شدن. چون زمان کش اومده بود و نمی گذاشت، انگار اون لحظه هایی که سر کلاس زیستشناسی صرفا ثانیه هایی بودن، اینجا به دوره های دیرین سنگی تبدیل شده بودن و من هر دقیقه داشتم پیر می شدم و می مردم. فقط من بودم و آقای پرایس و کوله من که انگار تر نداشت. یک جایی نزدیک به دوره میانسنگی آقای پرایس به جستجو در کوله پایان داد. حالا که چیزی پیدا نکرده بود یک جورایی قاطی کرده بود. کوله رو سر و ته کرد تا همه آشغال‌هاش به ریز کف اتاق. الان دیگه اونم مثل من با شدت داشت عرق می‌ریخت. غیر از این که به جای وحشت در آقای پرایس خشم داشت زبانه می‌کشید. پس امروز موادی در کار نیست نه؟ و سعی کرد وقتی اینو میگه عادی به نظر برسه. من هم گفتم نه. وسایلم رو پخش و پلا کرد. همه چی رو از هم جدا کرد. و همه رو در توده های مجزا کنار وسایل باشگاه هم جمع کرد. حالا کاپشن و کوله پشتیم مثل جسم های بی جان و بی هویتی روی زانوش افتاد. یک نفس عمیق کشید و به دیوار خیره شد. مثل هر بچه 13 ساله‌ای که داخل یک اتاق ترسناک با یک مرد عصبانی گیر افتاده و اون مرد داره وسایلش رو بخش و پلا میکنه میخواستم گریه کنم. آقای پرایس محتویاتی که کف زمین طبقه بندی کرده بود و با دقت وارسی کرد. هیچ چیز غیر قارونی، هیچ نوع مواد مخدر یا حتی چیزی مغایر با قوانین مدرسه پیدا نکرد. آهی کشید و کاپشن و کوله پشتی رو پرت کرد کف زمین. به جلو خم شد و آرنج‌هاش رو روی زانوهاش قرار داد تا صورتش همسد با صورت من بشه. مارک، یک فرصت دیگه بهت میدم که با هم رو راست باشی. اگه با من رو راست باشی این قضیه خیلی بهتر برات تموم میشه. اگه معلوم بشه که داری دروغ میگی اوضاع خیلی بد میشه برات. آب دهنم رو با صدا قوت دادم و ملتمسانه ادامه داد. حالا راستشو به این بگو. امروز مواد آورده بودی با خودت؟ همزمان که داشتم درون خودم با اشک‌ها و جیغ‌هایی که میخواستن بریزن بیرون مبارزه میکردم، به چشم‌های مأمور شکنده زل زدم و با صدایی که حاکی از یک حالت خاصی بود گفتم نه، من مواد ندارم، اصلا نمیدونم راجع به چی دارین صحبت میکنی. با صدایی حاکی از تسلیم شدن گفت باشه، پس فکر کنم میتونی وسایل تو جمع کنی و بری. برای آخرین بار به کوله پشتی کج و معیوج من که مثل یک پیمان شکسته روی زمین افتاده نگاهی انداخت. خیلی یهویی پاشو گذاشت روی کوله تا
که آخرین تلاشش رو برای جستجو کرده باشه. با ترس و لرز زیادی منتظر نشسته بودم که پاشو برداره و من وسایلمو جمع کنم و برم سراغ بقیه زندگیم و این کابوسو فراموش کنم. ولی پاش رفت روی یک چیزی و در حالی که با نوک پاش به قسمتی از کولم اشاره میکرد پرسید: این چیه؟ چی چیه؟ یه چیزی اینجاست. کوله رو برداشت و با دقت شروع کرد به لمس کردن کف کوله پشتی. اتاق داشت برام کج و معوج می شد. همه چی در هم و بهرم بود. وقتی بچه بودم موجود باهوشی بودم. خوشمشرب هم بودم. ولی کله خر هم بودم. یک کله خر یاقی گاهی دروغ هم سرهم می کرد. پر از خشم و نفرت بودم. وقتی 12 سالم بود سیستم امنیتی خونه رو با استفاده از راهنربای یخچال هک کردم که بتونم نصف شبها دزدکی از خونه بزنم بیرون. من و دوستم ماشین مادرش رو خاموش و دند خلاص هل می دادیم تا سر خیابون که یواشکی ماشین رو برداریم و بریم دور دور. موضوعی که برای تکلیف مدرسه انتخاب می کردم سخت جنین بود، چون می دونستم معلم ادبیات ما یک مسیحی کاتولیک سفت و سخت بود. با یکی دیگه از دوستام از مامانش سیگار کش می رفتیم و پشت مدرسه به بچه ها می فروختیم و البته یک جیب مخفی تای کوله پشتیم تهیه کرده بودم که توش ماریجوانا قایم کنم. همون جیبی که آقای پرایس کشف کرده بود. آره، من داشتم دروغ می گفتم و همانطور که آقای پرایس وعده داده بود بخشش و لطافتی در کار نبود. چند ساعت بعد مثل هر بچه 13 ساله‌ای که کت بسته پشت ماشین پلیس نشسته فکر کردم زندگی تموم شد و یک جورایی درست فکر کردم. پدر و مادرم منو توی اتاقم قرنطینه کردن. برای یک بازه زمانی نامعلوم مجبورم کردن بیخیال رفیقان بشم. حالا که از مدرسه اخراج شده بودم باید تا آخر سال با معلم سرخونه درس میخوندم. مادرم مجبورم کرد موهامو کوتاه کنم و همه تیشرت های مارلین منسون و متالیکای توی کمد لباسام رو انداخت دور، که این برای یک نوجوان در اون زمان به منزله محکومیت به مرگ توسط خزوخلیت بود. پدرم هر روز صبح منو با خودش به شرکت می برد تا ساعتهای متمادی فایلها رو بایگانی کنم. وقتی معلم سرخانه بازی تموم شد منو در یک مدرسه مسیحی خصوصی ثبت نام کردند که خب همونطور که میدونید حدس بزنید خیلی نتونستم خودمو باش بدم و درست وقتی که دوران محکومیتم داشت تمام میشد و تکالیفم رو به موقع تحویل میدادم و ارزش‌های مسیحیت رو را یاد گرفته بودم پدر و مادرم تصمیم گرفتم از هم جدا بشم. دارم اینا رو بهتون میگم که نشونتون بدم دوران نوجوانی و بلوغ من چجوری به سگ گرفته بود. در عرض 9 ماه همه دوستام حقوق قانونی خانوادم رو از دست دادم. مشاور اون دورانم بعدها به این گفت که این یک روانخراش واقعی بوده و من داشتم طی دهه بعدش اون رو ترمیم می کردم و سعی می کردم کمتر یک عوضی خودخواه و خودمحور باشم. مشکل زندگی من توی خانه همه اون چیزهایی که گفته شد و کارهایی که انجام شد نبود، بلکه همه اون چیزهایی بود که باید گفته می شد و انجام می شد ولی نشد. خانواده من همیشه از حرف زدن و جواب دادن به من تفره می رفتن. اینجوری بهت بگم که وارن بافت چجوری پول در میاره. اینها همه همینقدر حرفه‌ای جلوی بحث و مذاکره رو می گرفتن.
یعنی شاید اگه خونمون داشت آتیش میگرفت، واکنش اونها نسبت به این مسئله این بود که نه بابا، همه چی خوبه، شاید کمی گرم باشه اینجا ولی خیالت راحت، همه چی ردیفه. وقتی پدر و مادرم از هم طلاق گرفتن، هیچ ظرفی شکسته نشد، هیچ دری کوبیده نشد و هیچ دعوا و بحثی سر این که یکیشون با یک یاروی ریخته رو هم سر نگرفت. وقتی که من و برادرم رو خاطر جمع کردن که تقصیر ما نبوده، یک جلسه پرسش و پاسخ برگزار کردیم. آره درست خوندینش، در مورد اینکه قرار در آینده با چه سازماندهی و سیستمی زندگی کنیم، یک قطره اشک هم ریخته نشد، صدایی بلند نشد. تنها حقیقتی که در مورد زندگی عاطفی در حال پاشیدنشون به همون نشون دادن این بود که هیچ که به دیگری خیانت نکرده. خب خدا رو شکر، فقط یکم اینجا گرمه ولی همه چی ردیفه. پدر و مادر من آدم‌های خوبی هستند. برای هیچ کدوم از این ماجراها اونا رو مقصر نمی‌دونم. شاید قبل‌ها آره، ولی الان نه و من خیلی دوستشون دارم. اونها قصه‌ها و سرگذشت‌ها و مشکلات خودشون رو داشتن، همونطور که ننه بابای اونها هم داشتن. و برو تا آخر، و مثل همه پدر مادرهای دنیا، پدر و مادر من هم با نیت بهترین ها و البته بعضی از مشکلاتشون رو به من منتقل کردن، همونطور که احتمالاً من هم به بچه ها منتقل خواهم کرد. ولی این چنینی در زندگی برامون اتفاقی افتاد، به طور ناخودآگاه احساس میکنم که انگار مشکلاتی داریم که هیچ وقت نمیتونیم حلش کنیم و این ناتوانی پیش‌فرض برای حل مشکلات باعث میشه که حس کنیم بدبخت و بیچاره هستیم. ولی این باعث یک چیز دیگه هم میشه، اگر مشکلاتی داشته باشیم که حل نشدنی هستن، ناخودآگاهمون به این نتیجه میرسه که ما یا به طرز منحصر به فردی خاص هستیم یا اینکه به طرز منحصر به فردی معیوب، این که ما شبیه هیچ آدم دیگه‌ای نیستیم و قوانین باید برای ما متفاوت باشه. ساده بگم خود محق بین میشیم. دردی که در این دوران کشیدم منو در یک جاده خود محق بینی کشید که بیشتر سالهای بزرگسالی توش جولان میدادم، در حالی که خود محقبینی جیمی در دنیای کسب و کار خودشو نشون داده بود، جایی که اون میتونست وانمود کنه یک آدم موفق و خفنه، ولی خود محقبینی من توی روابط خودشو نشون داد، مخصوصا با زنها. آسیب‌های روانی که بر من وارد شده بود باعث شده بود در مفاهیمی مثل صمیمیت و پذیرش مشکل داشته باشم. میخواستم به طور افراطی چیزهایی که بر من گذشته بود و جبران کنم و به خودم ثابت کنم همیشه دوستم دارن و مورد پذیرش قرار میگیرم. در نتیجه شروع کردم به دختربازی و همش دنبال رابطه بودم، مثل یک معتاد به کوکائین که میپره روی آدم برفی ساخته شده از کوکائین و بعد بدون معطلی خودم رو توش خفه کردم. به یک بازیکن تبدیل شده بودم، یک بازیکن نابالغ، خودخواه و البته گاهی کاریزماتیک و جذاب. قسمت عمده یک دهه از عمر من به روابط سطحی و ناسالم گذشت. اگرچه این روابط حال می داد ولی اون چیزی نبود که من تشنش بودم. مورد علاقه بقیه بودم، خاطرم رو میخواستم و برای اولین بار در زندگیم ارزشمند بودم. میل شدیدم به تایید شدن باعث شد عادت خودمحوری و افراد در من ایجاد بشه. خودم رو محق میدونستم که هر کاری دلم میخواد بکنم، که از اعتماد آدم ها سوء استفاده کنم، که احساسات آدم ها رو نادیده بگیرم،
و بعد این کارها رو با عذرخواهی و دلایل توجیه کنم. اگرچه این دوران لحظه های باحال و هیجان انگیز زیادی داشت و من با افراد فوق‌العاده آشنا شدم، ولی همه این مدت زندگیم کم و بیش در و داغون بودم. اغلب اوقات بیکار بودم، روی کاناپه دوستام یا با مامانم زندگی می کردم. بیشتر از اونی که باید الکل مصرف می کردم. رفقای خوبی رو از دست دادم. و وقتی که با دختری که واقعا دوست داشتم ملاقات می کردم، خودمحوریم گند می زد به همه چی. هرچه درد عمیق‌تر باشه بیشتر در مقابل مشکلاتمون احساس درماندگی می کنیم و در نتیجه خودمحوری بیشتری رو به کار می گیریم که حضور این مشکلات رو جبران کنیم. این خودمحوری به یکی از این دو روش خودش رو نشون میده. 1. من خوبم، بقیه بدن، پس باید مثل یک استثناء با من رفتار بشه. 2. من بدم، بقیه خوب، پس باید مثل یک استثناء با من رفتار بشه. از بیرون طرز فکر متضادی دارن، ولی از درون همون هسته لزج خودخواه رو دارن. در واقع میبینی که آدمهای خودمحوری هی بین این دو حالت رفت آمد میکنن، یا بر بام جهان ایستادن یا اینکه جهان روی سرشون خراب شده. بسته به این داره که چه روزی از هفته باشه یا اینکه اون لحظه با اعتیادی که دارن چجوری دارن کنار میان. بیشتر آدم ها شخصیت های مثل جیمی رو به درستی یک خودشیفته پرخاشگر عوضی تشخیص میدن، چون که خودبرتربینی متبهم جیمی خیلی پرسر صداست. ولی چیزی که آدم ها به درستی خودمحوری تشخیص نمیدن، شخصیت هایی که مدام خودشون رو خار، عاجز و بی‌ارزش میپندارن. این که هر چیزی در دنیا رو دلیلی بر قربانی بودن خودت تعبیر کنی، به اندازه طرز فکر مخالفش خودخواهی میطلبه. این طرز فکر که مشکلات حل نشدنی داری، به همون اندازه انرژی و توهم خود مهم پنداری میطلبه که معتقد باشی در زندگی و رفتارت هیچ مشکلی نداری. حقیقت اینه که هیچ چیز به اسم مشکل شخصی وجود نداره. اگه مشکلی دارید، به احتمال خیلی زیاد میلیون ها آدم دیگه همون مشکل رو داشتن و الان هم دارن، یا اینکه در آینده قرار داشته باشن. حتی شاید چند تا از اون آدم ها رو خودت هم بشناسی. این قضیه مشکل رو کم ارزش نمی کنه، یا به این معنا نیست که نباید درد داشته باشه. معنیش هم این نیست که شما در برخی موارد قربانی یک سری داستان ها نیستید. تنها معنیش اینه که شما استثنا نیستید. معمولا رسیدن به این بصیرت که شما و مشکلاتتون هیچ استثنا یا برتری در شدت یا رنج ناشی از اون مشکلات ندارید، اولین و مهمترین قدم در مسیر حل کردنشونه. ولی به دلایلی به نظر میرسه که این روزها آدم های بیشتری به ویژه جوانا این اصل رو فراموش میکنن. مدرس ها و استادای دانشگاه میگن سطح تحمل و انعطاف پذیری عاطفی دانشجوها پایین اومده و درخواست های خودخواهانه شون بیشتر از قبل شده. مد شده که کتابی از برنامه درسی حذف بشه صرفا به این دلیل که حال چند نفر رو بد کرده. مشاورهای مدرسه ها میگن که این روزها دانش آموزان سر قضیه های بسیار پیش و با افتاده و معمولی در مدرسه، مثل بحث با یک هم اتاقی یا گرفتن نمره پایین، دچار پریشانی و درماندگی عاطفی میشن. عجیبه که در این عصر همه به همدیگه وصل، خودمحق بینی به بالاترین حد خودش رسیده. انگار یه چیزی در مورد تکنولوژی است که باعث میشه
نقطه ضعف ها و ناامنی های شخصیمون به مرز جنون برسه. هرچه بیشتر آزادی ابراز خیشتن بهمون داده میشه، بیشتر میخوام از زیر بار سر و کله زدن با کسانی که ایده های مخالف ما دارند یا باعث ناراحتی ما میشن در بریم. هرچه بیشتر در معرض دیدگاه های مخالف قرار میگیریم، بیشتر از وجود اون دیدگاه ها آزرده خاطر میشیم. هرچه زندگیمون راحتتر و گل و بلبلتر بشه، بیشتر حق خودمونو میدونیم که حتی بهتر از این که هست باشه. مزایای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. از خیلی جهات ما در بهترین دوران ممکن زندگی میکنیم، ولی شاید این تکنولوژی ها دارن اثرات جانبی ناخواسته روی ما میذارن. شاید همین تکنولوژی هایی که ابزار رهایی و آموزش برای خیلی ها هستند، همزمان دارن حس خودمهمی آدم ها رو بیشتر از همیشه می کنن. ظلم استثنامداری. بیشتر ما آدم ها در اغلب کارهایی که انجام میدیم متوسط هستیم. حتی اگه در یک کاری استثنایی باشی، به احتمال زیاد در بقیه چیزها متوسط و یا حتی پایین تر از متوسط هستی. ماهیت زندگی همینه. عالی شدن در چیزی مستلزم اینه که براش کلی وقت و انرژی بذاری و از اونجایی که هممون مقادیر محدودی زمان و انرژی داریم، عده‌ای کمی از ما میتونه واقعا در بیشتر از یک چیز استثنایی بشه. در نتیجه میتونیم بگیم که از لحاظ آماری غیر ممکنه یک آدم بتونه در همه حوزه‌های زندگیش یا حتی بیشترشون عملکرد خارق‌العاده‌ای از خودش نشون بده. تاجرهای خفن اغلب توی زندگی خانوادگیشون فاتحه خوندن. ورزشکارهای خارق‌العاده اغلب به اندازه حلزونی که سکته مغزی کرده باشه احمق و سطحی هستند. سلبریتی های زیادی هستند که احتمالاً به اندازه همه اون هوادارانی که حرکت های ریز و درشتشون رو دنبال میکنن هیچ ایده‌ای در مورد زندگی ندارن. هممون معمولاً آدم های خیلی متوسطی هستیم، ولی این اکستریم ها هستن که مورد توجه قرار میگیرن. یه جورایی هممون اینو میدونیم، ولی به ندرت در موردش فکر میکنیم و احتمالاً هیچ وقت در مورد این که چرا این قضیه میتونه یک مشکل به حساب بیاد بحث نمی کنیم. اینترنت داشتن، گوگل، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و دسترسی به بیشتر از 400 شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای خیلی چیز خفن و باحالیه، ولی توجه ما محدوده. عمرن نمیتونیم همه جذر و مد اطلاعات رو که هر لحظه از ما میگذره پردازش کنیم. در نتیجه تنها صفر و یک هایی که توجه ما رو به خودشون جلب میکنن همون برش های اطلاعاتی هستند که استثنایی یا خارق‌العاده هستند. یعنی همونایی که توی درصد 99.999 صدم هستن. هر روز ما در معرض سیلاب خارق‌العاده ها قرار میگیریم. بهترین بهترین ها، بدترین بدترین ها، خفنترین حرکت های بدنی، خنددارترین جوک ها، ناراحت کننده ترین خبر ها، ترسناکترین تهدید ها، یک ریز و بیوقفه. زندگی امروزهای ما پر شده از اطلاعاتی در مورد دو سر انتهایی نمودار زنگولیهی تجربه انسانی، چون در کسب و کار رسانه این چیزی که چشمها رو به دنبال خودش میکشونه و پول تو چیزیه که چشمها رو به دنبال خودش میکشونه. خلاصه کلام همینه و این در حالیه که بیشتر زندگی توی اون قسمت ملالاور میانی میگذره. بیشتر زندگی غیر خارق‌العاده است. بیشتر زندگی متوسط میگذره.
این سیل از خارق‌العاده ها ما رو قانع کرده که باور کنیم خارق‌العاده بودن نرمال جدیده و از اونجایی که بیشترینمون اغلب اوقات کاملا متوسط هستیم، سیلاب اطلاعات خارق‌العاده و استثنایی ما رو در گردابی پر از سرخوردگی، ناپسندگی و یأس فرو میبره، چون پروازه که ما یه جورایی به اندازه کافی خوب نیستیم. در نتیجه بیشتر و بیشتر یأس پیدا میکنیم که با خود محق بینی و اعتیاد این قضیه رو جبران کنیم. با تنها روشی که بلدیم با این قضیه کنار میام، یا از طریق خود بزرگ بینی یا دیگران بزرگ بینی. بعضی آمون این کار رو با تعویضی روش‌هایی برای خیلی سریع پولدار شدن انجام میدیم. بعضی ها هم کار و زندگی رو ول میکنن که برن اون ور آفریقا تا بچه های فقیر رو از گرسنگی نجات بدن. یک عده هم با خرخونی و بردن همه جایزه های علمی این کار رو میکنن. بعضی ها هم یک مدرسه رو با گلوله میارن پایین. و عده‌ای هم هستن که با هر موجودی که بتونه حرف بزنه و نفس بکشه حال میکنه، و این به همون فرهنگ در حال رشد خود محق بینی که قبلا در موردش براتون گفتم ربط داره. همه نسل جدید رو به خاطر این تغییر یهویی فرهنگی مقصر میدونن، ولی خب احتمال زیاد دلیلش اینه که نسل جدید بیشتر از همه گوشی به دسته و در معرض دید. در واقع تمایل به خود محق بینی رو میشه در همه سطوح جامعه دید، و من معتقدم که این قضیه به استثنامداری ناشی از رسانه‌های جمعی مربوط میشه. مشکل اینجاست که شیوع تکنولوژی و تبلیغات توده‌ای داره انتظارات آدم‌ها رو از خودشون رو به خرابی میبره. سیر خارق‌العاده‌ها باعث میشه حس آدم‌ها در مورد خودشون بدتر بشه و احساس نیاز بکنن به اینکه خارق‌العاده‌تر باشن، افراطی باشن، بیشتر دیده بشن و یا حتی بیشتر مهم باشن. وقتی جوان‌تر بودم نقطه ضعفم در زمینه صمیمیت و عشق توسط همه باورهای احمقانه‌ای که در فرهنگ عامه شایع بود بدتر و بدتر شد، و همون باورها هنوز هم در حال شیوع هستند. برای اینکه پسر باحالی باشی باید مثل یک ستاره راک پارتی کنی. برای اینکه مورد احترام واقع بشی باید توسط خانم‌ها مورد تحسین قرار بگیری. این جریان مدام از اطلاعات غیر واقع گرایانه در رسانه ها روی حس خودکمبینی ما دست میذاره و روی اون آوار میشه. ما رو بیش از حد در معرض استانداردهای غیر واقع گرایانه قرار میده. استانداردهایی که هر چه دست و پا بزنیم نمیتونیم بهشون برسیم و پا به پاشون پیش بریم. نه تنها حس میکنیم در مقابل مشکلات حل نشدنی قرار گرفتیم، بلکه حس بازنده بودن هم بهمون دست میده، چون یک سرچ ساده گوگل بهمون هزاران نفر رو نشون میده که اون مشکلات رو ندارن. تکنولوژی مشکلات اقتصادی کهنه رو حل کرده، ولی به جاش مشکلات روانی جدیدی برامون آورده. اینترنت نه تنها اطلاعات رو رو کرده، بلکه نقطه ضعف‌ها، خودتردیدی و سرفکندگی رو هم رو کرده. ولی اگه قرار نیست استثنایی یا خارق‌العاده باشم، پس هدف چیه؟ اینکه باور داشته باشی سرنوشت همه جوری رقم خورده که کار خارق‌العاده‌ای در زندگیمون انجام بدیم به یک بخش پذیرفته شده از فرهنگ امروزی تبدیل شده. سلبریتی ها اینجوری میگن، بزرگان دنیای کسب و کار اینجوری میگن، سیاستمداران میگن، حتی اپرا وینفری هم میگه پس باید درست باشه.
هر کدوممون میتونیم خارق‌العاده باشیم. هممون شایسته عالی بودن هستیم. این حقیقت که خود این پیام به خودی خود متناقضه، خب اگه همه خارق‌العاده باشن، طبق تعریف هیچ کس خارق‌العاده نخواهد بود. از چشم خیلی ها دور میمونه و به جای این که از خودمون سوال کنیم ما واقعاً شایسته چی هستیم و شایسته چی نیستیم، این پیام رو با ولع میگیریم و باز هم بیشتر میخوام. متوسط بودن به استاندارد جدیدی برای شکست تبدیل شده. بدترین چیزی که میتونی باشی اینه که وسط گله باشی، وسط نمودار زنگوله‌ای. وقتی استاندارد موفقیت در یک فرهنگ اینه که خارق‌العاده باشی، پس بهتره که در دوسر انتهایی زنگوله باشی، چون اونجا حداقل هنوز استثنایی هستی و شایسته توجه. خیلی از آدم‌ها این استراتژی رو انتخاب می‌کنن، به همه ثابت کنن که بدبخت‌ترین، مظلوم‌ترین یا قربانی‌ترین آدم روی زمین هستن. خیلی از آدم‌ها نمی‌خوان بپذیرن که متوسط هستن، چون فکر می‌کنن که اگه اینو بپذیرن دیگه هیچ وقت دستاورد خفنی در زندگی نخواهند داشت و زندگیشون بی‌معنی و بی‌ارزش خواهد شد. این طرز تفکر می‌تونه خطرناک باشه. وقتی بپذیری که زندگی فقط زمانی ارزشمنده که خارق‌العاده، قابل توجه و عالی باشی، یعنی این حقیقت رو پذیرفتی که بیشتر جمعیت روی کره زمین از جمله خودت فاتحه خوندن و پشیزی نمی‌ارزند و این دیدگاه میتونه خیلی خطرناک باشه، هم برای خودت و هم برای دیگران. اندک آدم‌هایی که در حوزه خارق‌العاده میشن به خاطر اینه که باور دارن خارق‌العاده هستن، اینجوری نمیشن. برعکس، اونها خفن میشن چون روی بهتر شدن قفلی میزنن و این قفلی روی بهتر شدن از یک باور بنیادی ریشه داره که اونها یه جورایی اونقدر هم عالی نیستن. این ضد خود محق بینیه. آدم هایی که توی یک حوزه خارق‌العاده هستن خارق‌العاده میشن، چون میفهمن خارق‌العاده نیستن، متوسط هستن و هنوز جا داره که خیلی بهتر بشن. همه این هر آدمی میتونه خارق‌العاده باشه و به درجات عالی برسه، فقط حس خود مهم پنداریتون رو ارضا میکنه. این پیام رو وقتی قورت میدین مزه خوبی میده، ولی در واقعیت فقط کالری های تو خالی هستن که از لحاظ روانی شما رو چاق و فربه میکنن. مسیر سلامت روان درست مثل سلامت جسمانی از خوردن سبزیجات رژیمیتون میگذره، که یعنی پذیرش حقایق ملال‌آور و بی‌نمک زندگی. حقیقت‌هایی مثل کارهایی که میکنی آنچنان در کلیت قضیه تأثیری نداره، یا قسمت عمده زندگیت قرار حوصله سربر پیش بره و چیز قابل توجهی ازش در نیاد و این قضیه اوکیه. این رژیم سبزیجات اوایل اصلا مزه خوبی نمیده، خیلی هم بدمزه است، اونقدر که هی ازش تفره میری، ولی بعد از این که هضم میشه بدن تو که بیدار میشه احساس سرزندگی و قدرت بیشتری میکنی. به هر حال اون فشار و بار همیشگی، این که چیز خفنی بشی، این که ستاره بعدی شما باشی، از روی دوش شما برداشته میشه. استرس و استراب ناشی از این که همیشه ناکافی هستی و مدام نیاز دارین که خودتون رو ثابت کنی از بین میره. درک و پذیرش هستی معمولیتون به شما این احساس رهایی رو میده تا به دستاوردهایی که واقعا ارزش رو داره نائل بشین،
بدون اینکه خودتون رو قضاوت کنید یا انتظارات عجیب و غریبی از خودتون داشته باشید. برای تجربیات ابتدایی زندگی ارزش خاص قائل میشید. لذت یک دوستی ساده، خلق کردن چیزی، کمک کردن به کسی که نیاز به کمک داره، مطالعه یک کتاب خوب، خندیدن با کسی که بهش اهمیت میدید، به نظر حوصله سربر میاد نه؟ خب چون این چیزها معمولی هستند، ولی شاید دلیلی داره که معمولی هستند، چون چیزهایی هستند که حقیقتا و واقعا اهمیت دارند.